با نام حضرت حق و یاری امام رضای عزیزمان که درود خدا بر او باد، مشهد لبریز از خلاقیت خواهد شد، آنگونه که لایقش است، بی رقیب و یگانه. و این کار شماست اهالی هنر. خانه بهار، جشنواره هنر شهری مشهد. مشهد، آغوش امن امام رؤوف، شهر امید و زندگی، شهر تاریخ و اساطیر، با رویکرد ویژه به اثر جاودان حکیم ابوالقاسم فردوسی. تشنه آب، شهر گرانسنگ‌های زیبا، از نگاه شما، هشتگانه در شهر. بخش یکم، شهدا، یادمان‌های دائم شهری. هدف ماناست، ماندگار برای همیشه، احجامی آمیخته با شهر، چنان که نمادی شود نسل اندر نسل. با مصالح سخت و ماندگار برای میدان شهدای مشهد و یا پیشنهاد شما در هر کجای شهر، بدین شیوه که ماکت در ابعاد قابل بررسی به همراه تصاویر جانمایی شده در محل دقیق اثر و فضاسازی برای اطراف آن. هیئت داوران بخش شهدا، رضا قره‌باغی، محمد حسین مأموریان، جواد خدایی. بخش دوم، عیدگاه، هنرهای موقت شهری. این بخش هر آن گونه هنری است از هر هنرمندی که برای شهر زاده شده باشد. به کوتاهی یک فصل، آنچه که به ثبت این گونه منجر می شود تأثیر ذهنی است یا تصویر عینی. مردم در انتظار شگفتی هستند. با مواد و مصالحی که بتواند دست کم یک فصل دوام بیاورد، هزینه کمتر در پی داشته باشد و در صورت نیاز تکثیر شود. درباره مکان اثر، حوالی جانمایی را به این شرح تقاضا دارد. مکانهایی که از همه سو قابل رؤیت است و یا بتوان گرد آن چرخی. مکانهایی که تنها از یک زاویه قابل رؤیتند. مکانهایی برای عابران پیاده، چه تعاملی چه تماشایی. مکانهایی که از دو زاویه قابل رؤیتند، همچون لچکی ها. مکانهایی که بنبستند و یا مکانهایی که امتداد منظر خود را کامل می کنند. توجه به شناخت اجتماعی در انتخاب مکان مورد نظر و آگاهی نسبت به تراکم، بومی یا توریستی، سنتی یا مدرن، مذهبی یا تفریحی و تجاری یا فرهنگی. هیئت داوران بخش عیدگاه، همایون ثابتی مطلق، سودابه صالحی، حسین ششکلانی، محمد سالاریان، مهراب اسدخانی. بخش سوم، دریاده، نقاشی دیواری و نقش برجسته. دیوارهای شهر نه یک مانع که اتصالند بین ما و همسایه. دیوار به دیوار خیال انگیز می شود اگر نقاشان شهر بر آن نقش بیندازند. مقصود رنگ است یا هر گونه مصالح سخت که بر دیوار بماند و شاید بر کف یا سقف. گونه های دیوارها را به این شکل تقسیم کرده ایم: دیوارهای مرتفع و ماندگار، دیوارهای کوتاه معابر اصلی با زیرسازی، دیوارهای عریض و کوتاه بدون زیرسازی. علاوه بر موضوعات جشنواره، محتوای اثر به مکان دیوار نیز مرتبط است. هیئت داوران بخش دریادل، محمود شعیبی، طاهره واحدیان، لادن اورنگی. بخش چهارم، پنج راه، گرافیک شهری، خوانش تصاویر و نوشتار، گفتگویی است با آدمها در شهر و توصیفاتی که با ما حرف میزند. شهروند راهنما میخواهد، آن هم از نوع اصیل و با هویت. این بخش میتواند هم ماندگار باشد و هم کوتاه مدت. بستری که در نظر داریم برای حوزه کوتاه مدت تابلوهای تبلیغاتی شهری است، شامل بیلبورد، استند، تلویزیون شهری، وسایل نقلیه عمومی و از این دست، و البته کارت پستال‌های نوروزی که مردم را به هم پیوند دهد. جملاتی که ما پیشنهاد می‌کنیم: سخنان حضرت امام رضا علیه السلام، سخنان معصومین درباره مهربانی، بهار و زندگی، ابیاتی از ادبیات کهن درباره بهار و نوروز، جملاتی از بزرگان حکمت درباره نو شدن، مهمان نوازی و البته زندگی، کلماتی که به مهرورزی در جهان اسلام و همه نقاط دنیا دامن زند. اما پیشنهاد شما نیز محترم است. تابلوهای راهنما و اطلاع رسان شهری که از خصایص شهرهای مدرن دنیاست، نیاز ماندگار هر شهری است که مشهد نیز بسیار طالب آن است.
آنچه که مجال این جشنواره است، تابلوهای مسیریاب برای رسیدن به حرم امام رضا علیه السلام، تابلوهای مسیریاب برای رسیدن به اماکن دیدنی و بسترهای فرهنگی مشهد، تابلوهای مسیریاب برای مخاطبان پیاده، تابلوهای اطلاع رسان برای معرفی اماکن دیدنی مشهد، حتی خیابانهایی که داستانی برای خود دارند. هیئت داوران بخش پنج راه، ساعد مشکی، محمد درویشی، رضا باباجانی. بخش پنجم، زیبا شهر، آذین بندی و تزیینات شهری. زیباتر کنیم این شهر را، شهری که قلب تپنده ایران است. مشهد را آراسته کنید با هر گونه شیوه تکثیری که مبتنی بر انتزاعی اصیل باشد، از کار با مصالح منعطف گرفته تا سخت، از پرده آرایی تا نرده آرایی، از ریسه و نقطه گذاری و بسته‌بندی تا هر آنچه دیگر که شما پیشنهاد دارید. هیئت داوران بخش زیبا شهر: فریبا بروفر، مهدی صحراگرد، ملیحه تمدن. بخش ششم، سعدآباد، نمایش‌های خیابانی و جشن‌های آیینی. انسان حلقه گمشده هنرهای شهری است که در این سال به جمع ما افزوده خواهد شد. بیشک هیچ رسانه‌ای رساتر از آن نیست که انسان خود این نقش را ایفا کند، زندگی ببخشد و حیات. پس طرح خود را بنویسید برای عروسک گردانی شهری با رویکرد ویژه به کودکان، نمایش‌های خیابانی، آیین‌های نوروزی سراسر ایران، چاوشی‌خوانی، نعت‌خوانی، نقالی، آواها و نواهای محلی، بازی‌های محلی، هنر اجرا. هیئت داوران بخش سعدآباد: رضا سامری، حمید کیانیان، مجتبی قیطاقی، جواد اشکزری، علی حاتمی نژاد. بخش هفتم، جنت، نورپردازی و ویدئوی شهری. شب‌های شهر می‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد، با نور و رنگ و تصویر و البته صدا. همسو با جهان می‌خواهیم تا به ابزار نو خاص بنگریم، در دو قسم: هنر ویدئو و نورپردازی اجزای شهری. مکانهایی که برای بخش ویدئو در نظر گرفته شده: بناهای کهن و ساختمانهای معروف شهر، پیاده‌روهایی که به لحاظ ساختار و یا به لحاظ جامعه شناسی مناسب هستند، دیوارهای بلند در منظر شهری، تصاویر متحرک سریالی برای گذر سریع، نورپردازی چه زیبا شناسانه و چه مفهومی برای سازه‌هایی که در شب قابلیت جانبخشی دارند. هیئت داوران بخش جنت: کیارنگ علایی، مهدی یک پسر، داوود مرگان. بخش هشتم، گلشهر، هنر گلارایی شهری. گلشهر محصول مشترک هنرمندان است با خداوند، خالق گل و سبزه و آب. آنچه که بسیار اهمیت دارد شاهکار خلقت است، گل. امسال با توجه به فرصت کوتاه برای ساخت اثر و کاشت گل، این بخش از فراخوان زودتر از این موعد منتشر، برگزار و داوری گردید. اکنون چشم انتظار دیدن آثار منتخب خواهیم ماند. هیئت داوران بخش گلشهر: حسین ششکلانی، محمد رضا نوروزی، نوید فلاحت. تا کی؟ جدول زمانبندی: آخرین روز دریافت آثار از این قرار است. پاره توضیحات: هر هنرمند تنها می تواند در هر بخش با 5 اثر شرکت کند. هر هنرمند تنها می تواند در 3 بخش شرکت کند. یکی از گرفتاری های هنر امروز برداشت عین به عین است. پس اگر کپی بر ما آشکار شود، قرارداد فسخ، اجرای اثر منحل و هنرمند آن به مدت 2 سال از شرکت در رویداد بهار محروم خواهد بود. بدون شک هویت، خلاقیت، پیشبینی برای ساختی دقیق و درست از خصایص یک کار ایدئال است. همسو با ایده های تماشایی به ایده های تعاملی نیز بنگرید. در مراسم پایانی به یک اثر از هر بخش تندیس جشنواره اعطا خواهد شد و یک تندیس نیز از نگاه مردم به بهترین اثر. داوران محترم
در بخش خود اجازه شرکت در جشنواره را ندارند. احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرایط شرکت در جشنواره است. موارد غیر قابل پیشبینی به عهده برگزار کنندگان است. دبیرخانه بوستان کوسنگی، چارسوق هنر. وبسایت جشنواره bahar97mashhad.ir. تلفن 051-3842-6878. شهرداری مشهد.